عنوان مبحث عبارت است از تغییر تراز پرداخت‌ها و نظام پولی در ایران. بررسی تراز پرداخت‌های ایران. تراز پرداخت‌ها توی قسمت‌های قبلی معرفی شد و حساب‌های مربوط به اون بیان گردید. توی این قسمت می‌خوایم در مورد روند تغییرات تراز پرداخت‌های ایران مطالبی رو ذکر کنیم. روند تغییرات تراز پرداخت‌های ایران اینطور نشون میده که از سال 1385 تا 1394 تا زمانی که داده‌ها و آمارها موجود هست، این آمار به ما نشون میدن حدوداً 109 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور صورت گرفته، یا به عبارتی طی 10 سال گذشته رقم خالص حساب سرمایه که برابر است با ورود سرمایه منهای خروج سرمایه از کشور توی تراز پرداخت‌ها یک رقم منفی و در حدود 109 میلیارد دلار گزارش شده که این رقم منفی همون نشون دهنده خروج سرمایه از کشور هست. طبق بررسی‌هایی که انجام شده، همبستگی بین درآمدهای نفتی و خالص حساب سرمایه منفی 80% گزارش شده که این رقم هم نشون دهنده خروج سرمایه همراه با افزایش درآمدهای نفتی بوده. همچنین ما اینطور میتونیم بگیم یه سری اشتباهات و از قلم افتادگی توی تراز پرداخت‌ها وجود داره که طی این سالها این میزان به شدت منفی بوده که میتونه نشون دهنده افزایش خروج ارز از کانال‌های غیر رسمی و به دور از نظارت باشه. جدولی که در زیر مشاهده می‌فرمایید تراز پرداخت‌های کشور رو طی سال‌های 92 تا 9 ماهه اول 96 نشون میده. همچنین پیش‌بینی که برای سال 97 هم صورت گرفته در این جدول بیان شده. اعداد و ارقامی که در این جدول گزارش شده بر اساس میلیارد دلار هستند. صادرات نفتی بر اساس فوب، صادرات غیر نفتی بر اساس فوب و کلیه صادرات و واردات بر اساس فوب صورت گرفته که همین عرف بین المللی هستش که صندوق بین المللی پول اون رو قرار داده و در نهایت خالص حساب جاری هستش که طی این سالها بر اساس میلیارد دلار بیان شده. بررسی نظام ارزی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. نظام ارزی قبل از پیروزی انقلاب یک مروری رو میخوایم بر اون داشته باشیم. اگر بخوایم تحولات نظام ارزی ایران رو از سال 1336 تا به امروز بررسی بکنیم، نشون میده که یک حرکتی وجود داشته از رژیم شناور ارزی به رژیم میخکوب و بالعکس. رژیم ارزی ایران طی سالهای 1338 تا 1357 قبل از پیروزی انقلاب، نظام ارزی که بر کشور حاکم بوده نظام ارزی میخکوب شدید بوده یا همون شبیه به نظام ارزی ثابت که در مورد این نظام‌های ارزی ما تو قسمت‌های قبلی کامل توضیح دادیم و ویژگی‌های اونها رو بیان کردیم. کنترل و نظارت و سهمیه بندی ارزی که تا سال 1352 وجود داشته و تو سال 53 که یک بار قیمت نفت افزایش پیدا کرد و در نتیجه درآمدهای نفتی که به دلیل صادرات نفت بالا رفت، نتیجهش این بود که سهمیه بندی ارز حذف شد. نظام ارزی میخکوب همراه با نرخ ثابت ارز تا پیروزی انقلاب وجود داشت. نظام ارزی میخکوب خزنده که طی سالهای 1358 تا 1380 حاکم بود به این صورت بود که بانک مرکزی برای اینکه بیاد از فرار سرمایه ها از کشور جلوگیری بکنه یه سری کنترل ها رو اعمال کرد، اما به دلیل وجود جنگ تحمیلی و کاهش صادرات نفت که منتهی به کاهش درآمدهای ارزی شد، نتیجهش این بود که دولت در حمایت از نرخ ارز با یه سری مشکلات روبرو شد که در نتیجه باعث شد نرخ ارز تو بازار غیر رسمی بالاتر بره و از طرفی به دلیل اون اختلاف بالایی که بین تورم داخلی و تورم خارجی وجود داشت و همچنین افزایش تقاضای ارز، این عوامل سبب شدن تا تعدیل نرخ ارز توسط بانک مرکزی صورت بگیره و بانک مرکزی تو دورهای مختلف بیاد این نرخ ارز رسمی رو به سمت بالا تعدیل بکنه. نظام ارزی مدیریت شده در سال 1372. اجرای نظام چند نرخی ارز
تو دوره‌ای که کشور با بحران و محدودیت منابع ارزی مواجه بود، قابل توجیه بود. اما این نظام خودش یه سری مشکلات رو داشت که میتونیم بگیم گسترش دامنه رانت و فساد اقتصادی و همچنین ناکارآمدی در ارز تخصیصی. به دلیل وجود این مشکلات و معایبی که تو نظام چند نرخی ارز بود، بعد از جنگ تحمیلی مسئله یکسانسازی نرخ ارز تو سال 1373 مطرح شد. همونطور که توی قسمت قبل ذکر کردیم، به دلیل مشکلاتی که نظام چند نرخی ارز داشت، سیاست یکسانسازی ارز برای اولین بار در سال 1373 مطرح شد. اما مسئله ای که مطرح هست اینه که این سیاست هم نتونست خیلی موفق عمل بکنه و با شکست روبرو شد. تو این قسمت میخواییم به دلایل شکست سیاست یکسانسازی ارز اشاره کنیم. اولین دلیلش تورم‌زا بودن این سیاست بود. دومی کاهش قیمت و نوسانات ارزی که وجود داشت تا حدی به شکست این سیاست کمک کرد. دلیل بعدی میتونیم به این اشاره بکنیم که سیاست هایی که توی کشور اجرا میشد هماهنگی های لازم رو نداشتند. این دلایل سبب شد که اجرای سیاست یکسانسازی با شکست مواجه بشه. نظام شناور مدیریت شده بر حسب اعلام مقامات پولی و میخکوب خزنده بودن در عمل طی سالهای 1381 تا 1389 رواج داشت. مجدداً تو سال 81 یکسانسازی نرخ ارز مورد توجه قرار گرفت که بر اساس اون برنامه های 4 و 5 توسعه نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده اعلام شد. اما اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز چه مزیتی داشت؟ سیاست یکسانسازی وقتی اجرا می شد، فاصله بین نرخ ارز آزاد و رسمی کم می شد و همچنین ثبات نسبی تو بازار ارز پدید اومد و همچنین از ویژگی های مهمش بگیم که تقویت پول ملی هم صورت گرفت، چون با استفاده از اون رژیم میخکوب خزنده یه سری حمایت ها نرخ هدف انجام شد، بنابراین پول ملی شروع به تقویت کرد. نظام ارزی میخکوب خزنده سال 1389 به خاطر تحریم‌های نفتی که علیه ایران اعمال شد، درآمدهای نفتی کم شد و بنابراین حمایت از نرخ ارز دیگه امکان پذیر نبود. پس کاهش درآمدهای نفتی سبب افزایش نرخ ارز شد و از طرفی اختلال تو عملیات بانکی باعث شد که نظام دو نرخی ارز ایجاد بشه. محدودیت تو منابع ارزی دولت رو مجبور کرد که بیاد اولویت بندی منابع ارزی رو انجام بده و نرخ ارز رسمی رو افزایش بده. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ ارز در حال حاضر شناور مدیریت شده است. از طریق این نظام بانک مرکزی میتونه توی بازار ارز تا حدی مداخله کنه. این تحولات نظام ارزی ایران هستش و سال 1357 تا 97 که تحولات نظام ارزی نشون داده شده و قیمت ارز در طی این سالها و روند تغییراتش. سال 66 جنگ با عراق باعث افزایش قیمت دلار شد و سال 71 تک نرخی شدن نرخ ارز و جهش عجیب قیمت دلار اتفاق افتاد و همچنین توی سال 90 تا 91 هم تحریم‌های بین‌المللی باز هم باعث افزایش نرخ ارز گشت و افزایش قیمت دلار رو سبب شد و سال 1396 تا 97 هم آخرین جهش ارز صورت گرفت که ما همچنان باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. پیروز و تندرست باشید.